ادامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان رژیم آخوندی را تهدیدی برای کلیه کشورهای اروپایی دانست. به گزارش رویتر آنگلا مرکل روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت آلمان رژیم ایران را نه تنها تهدیدی بالقوه برای منطقه بلکه به طور عام تهدیدی برای اروپا نیز می‌بیند. وی افزود آلمان مذاکرات بین المللی با رژیم ایران را بر سر فعالیت‌های اتمی‌اش دنبال می‌کند. به خبرهایی از آخرین تحولات اوکراین توجه فرمایید. تحصن کنندگان اوکراینی همچنان در میدان استقلال کیف حضور دارند و تمامی زندانیان سیاسی اوکراین آزاد شدند. به گزارش یورونیوز، پارلمان 650 نفره اوکراین رأی به آزادی تمامی زندانیان سیاسی داد. در یک تحول دیگر، استفان کوبیف از اعضای پارلمان با رأی موافق 310 نماینده رئیس بانک مرکزی اوکراین شد. یکی از اعضای پارلمان پیشنهاد کرد عالی‌ترین نشان ریاست جمهوری به شهدای قیام مردم اوکراین اعطا شود. این پیشنهاد به تصویب پارلمان رسید. پارلمان اوکراین از دادگاه جنایی بین‌المللی خواستار تحت تعقیب قرار دادن یاکونوویچ رئیس جمهور برکنار شده این کشور شد. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیداری با رهبران اپوزیسیون اوکراین در کیف بر حمایت اقتصادی اتحادیه اروپا تاکید کرد. وی همچنین اعلام کرد اتحادیه اروپا لیستی از مسئولین اوکراینی را که در نقض حقوق بشر دست داشتند جهت مجازات آنها تهیه کرده است. این در حالی است که دیمیتری مدودوف نخست وزیر روسیه در پیامی سر قدرت آمدن گروه‌های جدید در اوکراین را نتیجه یک شورش مسلحانه دانست و گفت هیچ دولتی وجود ندارد. از سوی دیگر الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین نسبت به خطر تجزیه کشور هشدار داد و با مقامات امنیتی این موضوع را بررسی کرد. آخوند پور محمدی وزیر دادگستری کابینه آخوند روحانی و عضو هیئت سه نفره مرد در قتل عام سال 67 با نگرانی از قیام مردم در اوکراین گفت اتفاقی در اوکراین افتاده، بعضی ها تبدیل به موضوع داخلی می کنند و احساس پیروزی می کنند، عده‌ای هم به نوعی گزارش می دهند یا تیتر می زنند که گویا چیزی از دست دادند و عزادار هستند. و افزود کشور و نظام ما قابل مقایسه با این جهان نیست، نه کسانی که حال و هوای دیگری دارند امر برایشان مشتبه شود و نه دوستان ملت و انقلاب و نظام احساس نگرانی و دغدغه داشته باشند. در همین حال علی اکبر ولایتی مشاور خامنه‌ای نیز غیظ خود را تحولات اخیر اوکراین نشان داد و آن را اختشاش غرب توصیف کرد. دیکتاتوری آخوندی در تلویزیون حکومتی ترس و نگرانی نظام را از قیام مردم اوکراین و سقوط دیکتاتوری در این کشور برملا کرد و به نحو مضحکی در مورد آن گفت یورو به جای استقلال. مخالفان مورد حمایت غرب در اوکراین دیروز بعد از برکناری رئیس جمهور قانونی این کشور بلافاصله نام میدان استقلال کیف را به یورو تغییر دادند. آمریکا از برکناری رئیس جمهور قانونی اوکراین به دست مخالفان مورد حمایت خود استقبال کرده و گفته از اینکه تیموشنکو نخست وزیر غربگرای سابق اوکراین از زندان آزاد شده خوشحالیم. روند تحولات اوکراین آنقدر سریع در حال تغییر است که پارلمان اوکراین که با تغییر رئیس جدیدش به آمریکا و غرب نزدیک شده، حتی تاریخ برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری را هم مشخص کرده. 4 خرداد. از طرفی مخالفان غربگرا هم که تا چند روز پیش به محض موافقت با عفوشان فرار را برقرار ترجیح داده و برای خروج از پایتخت به سمت راه آهن و متروی کیف هجوم آورده بودند، حالا انقدر دور برداشتند که علاوه بر تصرف کاخ ریاست جمهوری، نیروهای پلیس را هم در مقرشان حبس کردند. در این بین آنچه بیشتر از همه به چشم می آید، آزادی سرکرده مخالفان و حضور وی در جمع آنهاست. تیموشنکو که 10 سال پیش با حمایت آمریکایی ها و در یک کودتای رنگی به قدرت رسیده بود، با حرفهای تحریک‌آمیزی که بوی انتقام از آن بلند می شد گفت مبارزه به پایان نرسیده است. ما باید یانوکوویچ و توفاله هایی که او را احاطه کردند را به میدان بیاوریم.